سوره مبارک الرحمن که سوره 55 قرآن عظیم و شان است، در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 78 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است، در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده، و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان. انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعاله از آتش آفرید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو دریا را در هم آمیخت، طوری که با هم ملاقی می شوند، در بین آنها حائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان. و از آن اوست کشتی های کوه پیکر ایجاد شده در بحر، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام
ربكما تكذبان. هر که بر روی زمین است فنا شدنی است و تنها ذات پروردگار تو که صاحب جلال و عظمت است باقی میماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب میکنید؟ یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید، او هر روز در شأن است. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. به زودی به حساب اعمال شما می پردازیم ای دو ثقیل جن و انس. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز گذر کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. شعله های صافی از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود، پس از خود دفاع کردن نمی توانید. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنگامی که آسمان شگفته شود و به یک بارگی مانند چرم سرخی شود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. زیرا مجرمان از سیمایشان شناخته می شوند، پس به موی پیشانی و پای خود گرفته می شوند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردند، میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. و برای کسی که از مقام پروردگارش ترسیده است دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دارای شاخه های انبوه اند،
پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها دو چشمه جریان دارد، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما من کل فاکهت زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن دو از هر میوه دو جوره است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بر فرش هایی که استره های آنها از حریر است تکیه زننده اند و میوه های رسیده آن دو باغ به آسانی در دسترس می باشد، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن بهشت ها زنان اند که نگاه هایشان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بهشتیان هیچ انس و جن ایشان را مثل نکرده اند، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ کأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. گوی ایشان یاقوت و مرجانند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و من دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. و جز این دو بهشت دو بهشت دیگر است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. باغستانهای سرسبز سیم است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها دو چشمه فوران کننده است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما فاکهت و نخل و رمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها میوه ها خرما و انار است، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها زنان نجیب و زیبا و سر می برند، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن حوران است در خیمه های نگه داشته شده، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
که پیش از ایشان هیچ انس و جن ایشان را مسنه کرده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفیس تکیه زده اند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. با برکت است نام پروردگاری صاحب عظمت و مکرمت تو.